خب همونطوری که قول داده بودیم یه فایت جذاب دیگه دیدیم، واقعا جذاب، واقعا دیدنی و پیش بینی اشتباه از آب در اومد. آقای امید خان، بله واقعا خودم به وجد اومدم، علی فوق العاده عمل کرد، یعنی هیچ وقت نمیدونستم میتونه انقدر خودش رو خوب نشون بده، خیلی عالی بود. منم دیدم در طول روند مسابقه علی مارو بختیاری رفته رفته فایتش رو بهتر کرد، با روحیه خیلی جنگنده تر و بهتری از آقای اموری داشت فایت میکرد، حتی یه جا ناکدان کرد آقای اموری. بله بله دقیقاً آقای اموری یه جا ناکدان کرد، هرچند آقای اموری ابتدا ضربات چپ و راست خیلی خوبی رو نشون داد، اما خب علی سیر صعودی داشت، فوق العاده عمل کرد، خیلی خوب عمل کرد. خب این فایت رو دیگه فراموش کنیم، بریم سراغ حریف بعدی این فایت، یعنی برنده این فایت حریف فینال وزن 84 کیلوگرم سازمان پهلوان خواهد بود، آقای فرشید غلامی از تهران، قد 1.77 متر، وزن 84 کیلو، رکورد 7 پیروزی 2 شکست 1 مساوی. چی میدونی در مورد آقای غلامی؟ آقا فرشید خب از امریکای با سابقه ایران هست، استایلش کشتی هست و کیک جوتسو مسابقه میدادن، سابقه بالایی داره، فایت هم زیاد کرده در سازمان مختلف روسیه، اما خب آقای امیرعلی بهرامی هم از آمادگی خیلی بالا. در مورد آقای بهرامی من نگو، در راجع به فرشید من بگو، نظرت کلا در مورد فرشید چیه؟ فرشید خب میگم استایلش استایل کشتی هست، حالا چیزی که من دنبالشون میکنم اغلب روی فنون خاک کار میکنه و تکدان میبره و روی ساید ضربه وارد میکنه و در نهایت به فنون آرنسی معروف فرشید، بله آقای فرشید غلامی آرنسی های معروفی میگیره و اغلب فایتاشو با آرنسی و حریف ایشون آقای امیرعلی بهرامی، جوان و جویای نام، خوشندام، کشیده، با قد 1.85 متر، وزن 84 کیلو، رکورد 3 پیروزی 2 شکست، از استان البرز. نظر راجع به امیرعلی چیه؟ امیرعلی که دوست خیلی خیلی صمیمی منه، خیلی قلبا دوستش دارم، این بار هر چند که بودن یک سالی هست از مسابقات در کیج دوره، ولی خودمونی ما خیلی قضایی جواب میدی، زیاد بررسی میکنه. امیرعلی فوق‌العاده است. امیرعلی رو من بهش ایمان دارم که میتونه در سازمان‌های بزرگی مثل بلاتور، یو اف سی فایت بکنه. استادشون استاد شهرامی واقعا دارن مایه میذارن. بله، شهرام بهرامی، تیم یوز فایت کلاب، من خودم افتخار این رو دارم که باشون تمرین میکنم. فوق‌العاده است. امیرعلی واقعا بسیار عالی. خب پس حالا ما می‌خوایم دعوت کنیم از آقای فرشید غلامی که تشریف بیارن داخل کیج. فرشید غلامی. جست میخونه منم من هیدر نصب عدب با قدب توی جا یادر عجب عجب داره با پا کوبیده روی نفس اماره تا دوره حرم کار از اون زاره چه سر تا پاش همه هیدره شراره آدم با خدا ادش طرف میمونه طرف ناکه، ولی در افتادم باهاش خطرناکه، مثل باباش علی دبیر و بیباکه، توسات دشمناش نطبه ناپا به عشق مولا، علی با دولت یا ممر علی حیبت یا ممر علی شوکت یا ممر علی رفت یا ممر علی حکمت یا ممر دشمن ناغذب میکنه تازه نب رو میبینه عدب میکنه آدم با فضائلش پرب میکنه پرب ناکه ولی در افتادن باهاش خطرناکه مثل باباش علی دبیر و بیباکه تو ساق دشمناش نطبه ناپا به عشق مولا علی با دولت یا ممر علی حیبت یا ممر علی شوکت یا ممر علی رفت علی حیبت یا ممر علی شوکت
دولت کردم دخیل توی ناپا در عشق مولا علی و دولت کردم مر علی حیبت کردم مر علی شوکت کردم مر علی رفت کردم علی حکمت کردم علی دولت کردم مر علی شوکت کردم مر علی رفت کردم. خب حالا میخواییم دعوت کنیم از حریف ایشون که آقای امیرعلی بهرامی هستن تشریف بیارن داخل کیج. موزیکش یک سانه نکم داخت روش که یا چیو کرد سانه نکم سرم گوهن نظرت مال میانه نکم موانیشت مان ایل دود مانه کم سرزمین بی کسر بی درتانه کم سردار پشو پریشانه کم باخ پرچن گریا ریشی تلیاکم بن جامیان جامال سزیاکم چی چرنداران تشرن چیکم کانو کن یل کل حشک بیکم هم نصر و هم شیر ننوی سریاکم حق پای مال بی زور ارن کریاکم صداخ معرا پاچای گنبیت دفتر کتاول کلی ویرچی بلیسان کلن آگر گرتیکم بنمال دودمان چار استیکم شیر به انیش گل گازکم همدل همزوان ساز و رازکم به مخر دوازقر تاریخ بیکیند اشتپه گودین تا چیا خزینه هر هوار مپی پای مال بین حقت سرمار مپدای دوران مفرقه سچیب کم ولاد مهرگانکم سرای سرزمین آگرانکم جفا ارنچی و بیتوانکم همید هم تزار فرگرانکم سرمال مرفداد حوز باوانکم برال فاینیل و رسانکم یاد و یادگار عباس سانکم چوب را هم پش کرد سانکم بوکم کس چی تو بیموانم چو یاهو خریب بیپنانم پیش خلق بیتر سامانسان نمو و بی حق بشی لکسانم سرم بو اخری خانم خواه آقایان خوش آمدید به رویداد بزرگ پهلوان دو کام نوند تشویق کنید. میخوام یه فایت خیلی جذاب یه سوپر فایت واقعی رو بهتون معرفی کنم. گوشه آبی کیج قد 1.77 متر و از 84 کیلوگرم رکورد 7 پیروزی 2 شکست 1 مساوی. ایشون کسی نیست جز فرشید غلام علی حسین غلامی. حریف ایشون گوشه قرمز کیج قد 1.90 متر و از 84 کیلوگرم رکورد 3 پیروزی 2 شکست از استان البرز کسی نیست جز امیر علی یوز فایتر بهرامی. داور مسابقه آقای سجاد آل‌طه. هم برای شروع
یه فایت دیگه توی وزن 84 کیلوگرم بین فرشید غلامی از تهران و امیرعلی بهرامی از استان البرز. فرشید غلامی با قد 1 متر و 7 سانتی متر با رکورد 7-2 پیروزی و 1 مبارزه بدون نتیجه در مقابل امیرعلی با رکورد 3 برد و 2 باخت. منتظریم. خب وقتی میگیم فرشید فایت فرشید غلامی و امیرعلی، یعنی چیزی که فقط باید با چشمان بهش خیره بشی، یه فایت بسیار زیبا و دیدنی. خب احتمالاً اینجوری که من شنیدم برنده این فایت هم با علی ماهرو بختیاری سر کمربند سر تایتل مبارزه میکنن، که خود علی ماهرو هم فرشید غلامی رو چالش کرد و براش آرزوی موفقیت کرد. فایت شروع میشه. خب بازی میکنن فعلا با هم، با افکار هم فعلا بازی میکنن، چون این ضربات اصلا تاثیرگذار نیست، رو روان هم کار میکنن. فرشید غلامی گاردشو میندازه، هر دو گاردشون پایینه، آنالیز میکنن تا نقطه ضعف همدیگه رو پیدا بکنن. بازی میده امیرعلی. خب هنوز هیچ اتفاق. بله یه ضربه لوچیک داخل پا توسط فرشید. هر دو با تجربه، بسیار با تجربه. فرشید غلامی که به تازگی توی جی اف سی، یک سازمان روسی هستش که از رؤسای این سازمان میشه اسم خبیب نورمگمدوف. واو حالا یه زانو که فلای نی توسط امیرعلی و تکدان امیرعلی توسط فرشید غلامی. فرشید غلامی به خوبی از این مخمسه خودش رو نجات داد، قرار میگیره فرشید غلامی و اینجا امیرعلی میره برای تکنیک یوتین، میخواد دستاشو خوب بکنه که فکر نکنم پوزیشن خوبی باشه. همدیگر دارن کنترل میکنن، هر دو فایتر خونسرد. فرشید غلامی توی هفت‌گارد امیرعلیه، مچ دستشو گرفته و کنترل میکنه. فرشید تو کنترل کردن در خاک تبحر بسیار بالایی داره، بسیار با تجربه هست. بازی که ازش دیدم واقعا کنترل در خاکش بسیار به حساب پانچن گراند هم پانچش بسیار بالاست. خب یه ذره بازی از آرامش خاصی برخورداره، چون هر دو توی خاک دارن همدیگر رو کنترل میکنن. فرشید سعی میکنه سر و گردن رو از تو تکنیک گیوتینه. خب داره کم کم ست میکنه گیوتینو امید. اما فرشید امیرعلی ببخشید دست میذاره صورت. فایت بسیار آرومه ولی با فکر، ضربه نیست ولی فکرشون خیلی کار میکنه. شطرنجوار جلو میرن. بله با آرامی سرش در میاره فرشید غلامی، زیاد فشار نمیارن چون با فایتر با تجربه هستن میدونن بدنشون دچار اسپاسم عضلانی میشه. اگه توجه کرده باشی بندی میکنه نسبت به فایت اون بازیکن عراقی بسیار ریلکس، تپش قلبشون رو آروم نگه میدارن، ضربان سعی میکنن که ضربان قلبشون زیاد بالا نره، چون همین باعث میشه راند 2-3 کم بیارن و خودشون بد میشه. آمادگی خودشون رو توی دقایق مختلف الان توی یک فشار نسبی همدیگر رو قرار دادن که یک فایت کنترلی. فرشید آماده است که اگه گیوتین بشه سریع تو حالت سایت قرار بگیره. بازیکن خیلی باوشی است. تو موقعیتی هم هستش که مقدار ستاپ یه همچین ساب میشه سخته برای امیرعلی. امیرعلی باید سعی کنه بازی رو سرپا نگه داره، چون کلوزگارد. خب حالا ضربات رو چکشی از زیر لبخند هم میزنن، یه کوری ریز هم واسه هم میخونن، بسیار جالب. قصر ترنگل رو جدیدن توی اینستاگرام خیلی واسه هم کوری خونده بودن و منتظر این بازی بودیم ببینیم چه اتفاقی میفته. واقعا بازی زیاد پر برخور نیست ولی فکریه، فشار علکی نمیارن. میگم ریتم آهسته‌ای دارن جلو. خب الان کم کم داره سنگین شروع میکنه مشتبا فرشید. فرشید غلامی فرشید ضربات شروع کرده،
امیرعلی هم که تو کلوز گارد همچنان فرشید رو داره. فرشید سر رو چسبونه به سینه امیرعلی که بلند میشه ضربه نایینی بهش بزنه. خب میره برای سویپ، ببینیم میتونه سویپ کنه تو موقعیت مانت خودش رو قرار بده. نه خب بعد با دقت جلو بر امیرعلی. نمایش ساده ای از ستاپ یک ساب میشه بود که فقط یه نمایش. حالا مشتبه غلامی سعی داره با همر فیس، فرشید غلامی ببخشید، قصد داره با همر فیس حمله کنه. تا اینجای بازی ده ثانیه تا پایان. کوچ امیرعلی بسیار دوباره ضرباتشو میزنه، ضربه و پایان راند اول برای فرشید این ضربات. خب بازی زیاد برخوردی نبود ولی از بیشتر در حال کنترل بودم و این کنترل فکر میکنم امتیازش به نفع فرشید بود. فرشید بود 100 درصد. فرشید چند جا از خبر یودین ام ام ای جوریه که وقتی زیر قرار بگیری باید واسه اینکه داور بازی کوچ بیرون، کوچ بیرون، امتیاز بالای گرفت، کوچ بیرون. خب آقا کوچ بیرون. خب مربی ها رو از و کورنر هر دو فایتر رو از به بیرون قفس میبرن. بکنم برنامه خاصی برای راند دو یا سه دارم. امیدوارم یه استراتژی خیلی خوب رو ببینیم. این بازی خیلی بازی مهمیه. راند دو بازی پرتنش و پر از کری خوندن به قول آمار. بله از قبل هم که تو فضای مجازی همینطور که گفتی کریو داشتن. امیدوارم یه حریف جنگنده و قوی به مسافه علی ماهرو بره این سری. حریف اعتماد نفس بالایی دارن جفت حریف. فرشید غلامی از تیم پرشین واریورز راند دو، امیر علی بهرامی از تیم فایت یوز کلاب. یوز فایت کلاب، یوز فایت کلاب ببخشید. خب نگاه میکنن چشم تو چشم هم نسبت بازی علی بختیاری و حسن عمویی برخورد خیلی کمتری داشت، خیلی کمتره چون بازی اونا واقعا جنگ واقعی بود. حالا گفتم که بازی ام ام ای بازی خیلی قابل پیش بینیه، ممکن است یک پانچ بازی تموم بکنه دقیقا. مثل بازی جوزالدو که تو 13 ثانیه کانر مگیری بود با یک پانچ 10 سال بدون شکست بودن جوزالدو رو به پایان رسوند. همینه ام ام ای، یعنی نبرد ثانیه ها. خب یه آپر با یک ضربه راست نشون میده که کامیشن موفقی نبود ضربات ترکیبی. حالا یک ضربه کراس، کراس با دست راست. حالا میره برای تکدان ناموفق. فرشید غلامی یه ضربه نیم کلیش هم دیگر رو گیر میندازن به دنده فرشید غلامی. شمار امیرعلی فرشید غلامی حالا از کنترل کلینچ از فنس کمک میگیره و داور بهش تذکر میده. فرشید غلامی ایستادگی میکنه در برابر ضربه یکه. خب امیرعلی کمرش رو داده عقب که فرشید امیرعلی زد. خب فرشید غلامی با فکر جلو میره، ضربات رو دونه دونه میزنه به میانه پایه، به میانه ایران پایه امیرعلی که همین هم باعث میشه که باعث ضعف این بازی امیرعلی میشه. کنترل خوب، ضربات خوب، ثانیه به ثانیه جذاب‌تر میشه. مطمئنم اگه بران سری بشه زده خورده وحشتناکی که داخل این بازی میره. داره به خوبی جلو میبره مبارزه رو فرشید. فرشید کنترل ضربه با کنترل و ضربه تا به الان مهاجم و برنده بوده. همینطور که میبینید توی رنج خودش نگه داشته فرشید امیرعلی رو. امیرعلی هم سعی داره با دستاش رونه پای
فرشید رو نگه داره. خب حالا یک لحظه برای تکرار رفت بازی به وسط قفس ادامه پیدا میکنه. در وسط قفس فرشید زیرکانه منتظره یه فرصت دیگه است. حالا یه ضربه میدل به میانه ران پا، واقعا داره با یه استراتژی خیلی خاص جلو میره، با یه استراتژی ثابت یه ضربه میدل لوکیک به ساق امیرعلی که بی تأثیر بود تقریبا ولی امتیاز داشت. خب بازی میدن، یه ضربه سنگین از فرشید غلامی. امیرعلی میتونه توی این ضربات با جواب پانچ بده ولی من تعجب میکنم چرا این کار نمیکنه. دست و پای بلندتر بیشتری داره نسبت به فرشید، باید از این موقعیت استفاده بکنه. اگر از این موقعیت سر پا به عنوان سر پا استفاده نکنه ممکنه بازی رو واگذار کنه با امتیاز، چون فرشید بیشتر اون داخل خاک نگه داشت. همینطور فرشید دوباره میره برای زیرگیری، حالا با یه دابل لگ تک داون میکنه و تو موقعیت ساید قرار میگیره. خیلی سخته با زانوی خودش داره کنترل میکنه، خیلی قشنگ تو قالب جیس فرو رفته. فرشید غلامی یکی از بازیکنه که وقتی که زیرگیری میکنه به هیچ عنوان نمیشه یوتن ازش بگیری، چون سریع بلا استثناء در حالت ساید قرار میگیره. سراغ میانبلی خیلی خوب داره کنترل میکنه، با کنترل میکنه زانوش و همچنین ضربه‌ای هم میزنه. احتمالا تا چند سال دیگه فرشید با حالت مونت پوزیشن در بیاد و توی این پوزیشن الان داره با دست کار میکنه، با ضربات دست. فرشید غلامی معلومه مهدی از اون دست فایترهایی که با فک جلو میره، حالا تو مونت قرار میگیره، به حالت مونت قرار گرفت و اینجا اولویت با فرشید سر رو جدا میکنه. امیلی هم چسبیده که خب جدا میکنه، ببینیم میتونه با پانچ بندازه. حالا یه ضربه راست پشت سر هم، ضربات چکوشی همر فیس. 10 ثانیه دیگه میتونه تحمل کنه، تموم میشه، دفاع میکنه. بله امیرعلی در میاد، در میاد و پایان راند دوم. پایان راند دوم از این موقعیت خارج کرد، از اون موقعیت خطرناک، و پایان راند دوم شد. یه جورایی زنگ به نفع امیرعلی شد و اینکه اون پوزیشن اون رو نجات داد. بعضی موقع زنگ به داده بازیکن میرسه، بله، باعث میشه که استراحت کنن، یه نفسی بگیرن. خیلی جا بوده که طرف ناکدان شده، حتی پیچ 80% بوده. همون زنگ مثل بازی پیچ ایتشولا و خودینولاب که راند اول خودینولاب که دونه شروط سنگی به دشولا زد و تایم دشولا رو نجات داد، ولی در ادامه بازی دیجه بازی رو برد. همون زنگ به داده دیجه رسید. ممنونم از مهدی عزیز که بکاپ میزنه تو بازی های حرفه‌ای سازمان UFC مقایسه میکنه. قربان شما بزن، خیلی عالی تحلیل میکنه فایت ها رو، ممنونم ازش. منتظریم راند سه آغاز بشه، راند سه شروع بشه. خیلی آهسته آهسته و فنی تا و الان جلو رفتن هر دو. جالب فرشید غلامی اینقدر بچه با اخلاقیه که الان میبینی هنوز بازی تمام نشده و داره با حریفش دست میده، با کوچ حریفش داره دست میده. یعنی عالیه عالیه، یعنی که جنگ نیست، فقط مسابقه است. تماشاچی ها هم تشویقش میکنن، این اخلاق یک حالت فرپلی مانا داره. کش بیرون علی ماهرو هم میبینید که کسی رو که چلنج کرده داره ترا خوش میکنه، واقعا این صحنه ها لذت بخش دیدنش. ورزش درسته، این ورزش نوعی جنگه، مبارزه تن به تن، ولی خب جوون مردی و دوستی همیشه توش هست و خواهد بود. بهزاد جان، این که استاد عرفان ابراهیمیان و مچ‌میکر سازمان آقای محمد سالاروند سعی میکنن که بازیکنه که هم لول هم هسته رو برو هم بنازن، خیلی جالبه برام. همه هم با هم دوستن، برای سطح ارتقاء بازی یک دیگه مجبورن با هم بازی بکنن، خیلی چیز جالبیه. خب راند سوم شروع شد با دستور داور مرکزی اکتاگون فرشید غلامی. حرکت میکنه، هد مومنت میره، جا به جا میشه تا دوباره قسمت دیگه از کش قرار میگیره.
با هم صحبت میکنم، نمیدونم چی میگن، چه کری میکنن. کوریه حالا یه فرانت کیک مجدد، یه دابل لگ زیر، میشه گفت تقریبا بلند میکنه. اسلام عالی بود، عالی بود، به فوق العاده است. فرشید غلامی دوباره تو سایت، یه بدل عالی از امیرعلی. فوق العاده، میتونه خیمه بزنه، میتونه خیمه بزنه، یه خم بلند میکنه، شاید از پشت بزنه رو زمین، میتونه یک اسنپ عالی کنه. اینجا یک ضربه البو رو داره مستقیم تو سر دفاع میکنه، فرشید میزنه. این ضربه البو برای کسی که زیر قرار میگیره خیلی میتونه موثر باشه. خب نگاهش بده یه جورایی. امیرعلی هم زیرکانه سر فرشید رو نگه داشته و داره بهش البو میزنه، جلوی حرکت سر فرشید رو گرفته. باز با هم دارن یه چیزایی در گوش هم دیگه میگن که از گوش ضربه سنگین. ضربه سنگین فرشید از اول مبارزش همش سراغ ضربات چکشیش. همون نمیدونم فرشید غلامی و امیری به هم چی میگن، ولی مطمئنم برای جنگ روانی حین بازی این کار رو انجام میدن. ما هم صحبت میکنن. خب ضربات پشت سر همه، ولی خب اتفاقی نمیفته، انگار داره جون میگیره امیرعلی. اول شده این بازی، ببینیم کامبک میزنه یا همچنان فرشید غلامی. خب راند سوم، حدوداً میشه گفت نیمی از راند سوم هم جلو رفتیم. خب تا یه کار امتیاز فرشید غلامی بالتر بوده، به خاطر که امیرعلی رو داخل خاک نگه داشته. امیرعلی موقعی داشت که میتونه سرپا مبارزه تمام بکنه، ولی متاسفانه از موقعش استفاده نکرد. حالا به هر طریقی بوده دلیلش حالا دوباره یه ضربه سنگین دیگه فرشید غلامی. روی پاش میسته فرشید و یه البو و وزن بدنش. بادی شات فرشید غلامی، حالا یه ضربه راست دیگه فرشید غلامی. نزدیک به 70 بازی آماتور، 80 بازی آماتور. آماتور تو ام ام ای داشته، باز تجربه بسیار بالایی، تجربه داره. خیلی خوبی داره. به نظر من خیلی خوب داره، از اول بازی، یعنی از اول فایت خیلی خوب کنترل کرده امیرعلیو و همین میشه گفت باس این شده تا به اینجا ادوانتج بهتری داشته باشه. امیرعلی بدنش دچار اسپاس با ازرانش رو احساس میکنم، چون یکم باید سعی کنه تکنیک جیانگی رو بزنه توی این حالت. خب نفسش واقعا بدنش تحلیل رفته، بریده امیرعلی. همونطور که خودت گفتی نفسش رو به خوبی نتونسته تا اینجا تقسیم کنه، ولی فوق‌العاده مبارزه کرده امیرعلی انتظاریان. همینجوری که می‌بینید امیرعلی بهرامیان، ببخشید من اسمو رو همش اشتباه، دوباره تو سایت قرار می‌گیره. فرشید غلامی، کسی که علی مارو بختیاری برنده بازی بین خودش و حسن عمویی اون رو چالش کرد واسه بازی سر کمربند. یا ضربه ضربات ببینیم میره برای تیکی او، میزنه پشت سر هم. نه، ولی خب امیرعلی واقعا از مقاومت خوبی برخورداره. فرشید غلامی با زانوش خیلی خوب تو سایت داره کنترل میکنه. 30 ثانیه دیگه از بازی مونده، میریم برای 30 ثانیه پایانی بازی. پایانی بازی، فایت با دسیژن تموم میشه، ناک اوت یا ناک اوت فنی. آیا چیز هیجان انگیزی در این بازی میبینیم یا به همین روال پیش میره این بازی؟ خیلی با فکر با هم مبارزه کردن، علل خصوص فرشید غلامی. فکر میکنم هر دو بازیکن دیگه تمایلی به ادامه نه، فرشید نگار هنوز ضرباتیو میزنه که این ضربه بگیره. بله بله، امتیاز بادی ضربه داخل خاک فکر نکنم داشته باشه. تک ضرباتی که میخورن تو کنترل امتیاز داره و بسیار زیبا همو در بغل میگیرن. رسم اخلاق و معرفت و برادری، یک بازی هوشمندانه با فکر
زیبا شطرنجوار از فرشید غلامی دیدیم. زیبا بود واقعا، بهش تبریک میگم. خدا من بازی کنم پیروز میشم. من خب با توجه به چیزی که دیدم مطمئنم. خب هر دو فایتر رو تشویق کنید، واقعا قشنگ جنگید. پیروز بازی میشه چون تونست حریفش بیشتر در خاک نگه داره، تکنان داشت و اینکه خب مبارزه سرپا رو اگه مساوی در نظر بگیریم در خاک فرشید غلامی بهتر بود. تکدان‌های بیشتری داشت فرشید از تایمات کنترل بهتر. بله 100%. فرشید تایمات گراپینگ بالای زیادی کرده تا الان، تجربهش خیلی بیشتره، پیروز مسابقه. حالا فکر کنم رأی متحد داوران هم باشه 100%. منتظر میشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. پیروز مسابقه به رأی متحد داوران. بله آقای غلام حسین فرشید غلامی، کسی که علی مارو بختیاری چلنجش داد. بازی منتظر بازی زیبای علی مارو بختیاری. فرشید غلامی باشه عزیزم، ببخشید جشن پیروزیتم خراب کردم. عرض کنم که آقای امیرعلی بهرامی از فایترهای جوون سازمان ما هست و قطعا در آینده خیلی بیشتر از اون خواهیم شنید. همین که این فایت رو قبول کرد با کوه تجربه MMA ایران آقای فرشید غلامی فایت کرد، واقعا زیبا بود. جفتشون برادر هستن، جفتشون هم فایتر تیم خودمون هستن. هر دو رو تشویق کنید. فرشید جان، خب اونجوری که میخواستی پیش نرفت نه؟ اول با نام یاد خدا و هر چی که هست، هر چی اتفاق افتاده به لطف دعای پدر مادرم بوده. اول خدا، بعد اهل بیت، بعد دعای خیر پدر مادرم همیشه گفتم و تلاش زحمت خودم. بدون رنج گنج میسر نمیشه. مزدان گرفت جان بعد. من گفتم علی آقا رو، من گفتم پیشبینی کردم زیر 3 دقیقه بزنم. ولی ماشاءالله من قول بهتون میگم تو آینده حرفای زیاد گفتنی خواهد داشت. تشکر میکنم از کسایی که منو کمکم کردن. یکی از دوستان استاد مجید عزیز یونس من زحمت کشید و تیم بزرگ پرشین واریور که من عضو این تیم هستم و استاد عزیزم استاد عرفان. بازم تشکر میکنم که بازی ما رو دیدید. خب فینال رو چطور میبینی؟ علی مارو خیلی خوب فایت کرد. علی خود میدونی دوستان علی مارو، من دیروز تو کنفرانس خبری گفتم که دست دادم پای علی، گفتم بزنین خب سن بالاتره، این با شارژ انرژی بالاتره. زدم پای علی، گفتم علی هرچی گفتم برعکس آمد. چیز نشد، خودشم اینجا بجونه بگیم و همون هم شد. آیا عمویی هم اشتباه پیش بینی کرد که البته درست پیش بینی کرد، سران بازی کرد. خب تبریک میگم بهت، انشاءالله تو فینال میبینیم دور بعد. علی مهرو یکی از دوستای من، یعنی واقعا اندازه برادرم دوست دارمش. بعضی جاها هم از برادرم میشنم، خدا وکیلی. و مطمئن باشه بازی بعد بازی قشنگی خواهد بود. من تمرین درستابی نداشتم چون دست کم گرفته بودم، خدا وکیلی. بازی بعد حتما نگران نباشه، کمربند مال منه، علی آقا باید کمربند تقدیم کنه. تشویقش کنید دوستان عزیز. باشید اول یه فیس تو فیس دو تا فایترمون برن. تشریف های دوتا خب باشید. فایت بعدی کمربند فلایویت سازمان پهلوان، جذابه ببینید.